سلام، من مازیار هستم. امروز توی تاریخ 31 می با خانوادم توی تهران تماس گرفتم و گفتن که بهش بگید که ساکت بشه و به کارهایی که مربوط نیست دخالت نکنه، وگرنه اگه هر بلایی سرش بیاد عواقبش پای خودتونه. حالا ما نمیدونیم که این تماس از سوی فتا بوده، از سوی وزارت اطلاعات بوده، از سوی سپاه بوده. استخدام بدون آزمون. دکتر حسینی هستم، مادر شهید درویش بهنام مهتوبی. آقای رئیسی، بهنام مسیح سالم تحویل زندون دادم، ولی شما جسد اونو تحویل دادید. نمیدونم تو زندون چه بلایی به سر بهنام آوردن و کسی هم پاسخگوی من نیست. بهنام امانت دست شما بود، ولی شما که نتونستین امانتدار یک نفر باشید، چطوری میتونید امانتدار 80 میلیون نفر ایرانی باشید؟ شوک‌آور بود واقعا مرگ اکبر. یادم حالا خبرشو که شنیدیم به یک نفری خیلی یعنی تا مدت ها واقعا هم خودم هم خانواده واقعا خیلی توی شوک خاصی هستم. یه دوباری رفتیم به خانوادهش سر زدیم، دیگه زندان بودیم، دیگه این امکان وجود نداشت بتونیم بریم به خانواده سر بزنیم. از این کشور بیرون کن به خاطر این مغز چهار تا جوون تازه به دنیا رسید 19 سالش نشده میگه من حق انتخاب نشم مگه به رئیسی رای میدم. آخه رئیسی هم تو قوه قضاییه است دیگه، قبلش مگه هیچ کاره بوده یا مگه فقط روحانی بوده؟ همشون با هم آقا، هر کی هم رای بده، هر کی هم رای زده به اون 1500 نفری که تو آبان کشتن ظلم کرده. اینو دارم بهتون میگم، تو اسرائیل یا تو فلسطین 20 نفر میمیره 5000 نفر تلویزیون ما اعلام میکنه، حد میگیرم براش. 1500 نفر تو مملکت ما مرد، یه نفر بلند نشه تو این تلویزیون چیزی به اینا بگه. خودشون بابا اینا قارت کردم بلمون کن. آقا شما تو انتخابات شرکت میکنی؟ نه، حقیقتش بخواید نه. حتی اگه رأی هم بدم، رأی من هیچ ارزشی نداره، اون بالایی هر کاری دوست داره میتونه میکنه. نه، تو کشور ما اصلا انتخابات معنی نداره. چه لزومی داره من انگشتمو کثیف کنم؟ من نخه، من شناسنامه اصلا سفید سفیده. خیر، انتخابات قبلی که شرکت کردم چه منفعتی داشت برام؟ نه، اون موقع هم اشتباه کردم و عذر میخوام. من از مردم ایران عذر میخوام که شرکت کردم توی رأی گیری. نه خیر، نه متاسفانه، به خاطر اینکه اعتمادی به دولت مردا نداره. نه خیر، 58 سالمه هنوز من مستجرم، هنوز نون یومیمونو به زور در میاریم. من هیچ وقت رأی نمیدم، حتی بچه‌هام هم نذاشتم. درستش من. من دفعه پیش شرکت کردم و خیلی پشیمونم از اینکه شرکت کردم. من سری پیشم رأی دادم، خیلی کار اشتباهی کردم. اعتقاد ندارم، چون هیچ کاری برای مردم نکردم. واقعیت چی بود بگم؟ نه واقعا من اوضاع این کشور رو میبینم، نه شرکت نمیکنم. ما خودمون بگیم نگیم خودشون انتخاب میکنن دیگه. من علکی من بدترسه هیچ وقت رأی نمیدم. مگه تا الان که رأی دادم دلشون به حال من و تو همشهری سوخته، هر کی اومده جیبش رو پر کرده رفته. هر اتفاقی بیفته من رأی نمیدم. نه اصلا من رأی نمیدم. نه اصلا رأی نمیدم، اصلا رأی نمیدم، اصلا برام مهم نیست.
فقط ایران رو دوست دارم، دارم زندگی میکنم. کلا رأی نمیدم. خیر، بس ندارم شرکت کنم. چه اتفاقی بیفته رأی؟ هیچ اتفاقی. ببین همه اینا گول زدن مردم. هم تا کی دیگه؟ حتما نه. به هیچ وجه من توی انتخابات هیچ انتخابات شرکت نمیکنم. نه خیر، شرکت نمیکنم. نه در انتخابات شرکت نمیکنم. نه شرکت نمیکنم. هیچ وقت. چرا باید آدم یه اشتباه رو بارها و بارها و بارها تکرار کنه؟ به هیچ احدی دیگه رأی نمیدی. رأی نمیدم. نه. 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 وای وضعیت اینجوری نه. با واقعیت هم میخوام چه دروغ بگم. نه نمیدم. بگه اینجوری باشه نه. اشتباه کردم. اتفاقا رأی دیگه نمیدم. من به هیچ احدی دیگه رأی نمیدی. رأی نمیدم. نه. نه. من خیلی سال دیگه رأی نمیدم. آره. دیگه این دفعه هم رأی نمیدم. نمیخوام رأی بدم. تا حالا ما حدسی رای دیدیم والا عمل نکردم، پولم زدم. خیلی سال دیگه رای نمیدم. آره دیگه این دفعه هم رای نمیدم. نمیخوام رای بدم. تا حالا ما حدسی رای دیدیم.